علم آدم الاسماء کلها. بحث در مسئله سوم در بال الهیت بود. بحث سوم در الهیت عبارت از وحدت الاله بود در مقابل کثرت الاله. عرض شد که اله مستقل در عالم یکیست، ثانی ندارد، وحدت ذاتی دارد، ترکیب داخلی و خارجی ندارد، او صرف الوجود است. اینا را همه را صحبت رو کردیم و بعد گفتیم نسبت بین معلوح و اله نسبت تضایف است. تمام عالم معلوح اله و اله اله معلوح عالم است. این نسبت نسبت تضایفی است، نمیشه از یک طرف معلوح باشد از یک طرف اله نباشد، از یک طرف اله باشد از یک طرف معلوح نباشد. مثل علم میمونه که دو طرف داره، مسئله الهیت هم طرفینیه، هم معلوح میخواد هم اله. عالم معلوح الله است و الله اله عالم است. این هم مفصلاً بحث شد که نسبت تضایف بوده باشه. در این نسبت تضایف هم مطلب دیگری بحث شد که این شهود حق تو گفتیم کنهش ممکن نیست، آیا غیر کنهش ممکن است؟ گفتیم بله، از مقام الهیت استقلالیه که پایین میادیم الهیت ربطیه مطلقه رو میشه درک کرد، منتها شرطش وصوله. اون جلوه اطلاقی که از حق صادر میشه که اولین ظهور حق است، اولین جلوه حق است، این الهیت ربطیه مطلقه است، این قابل ادراک کنهش هست. اما برای کی؟ برای کسی که وصل اله، کسی به مقام مشیت برسه. سلسله محمدیین رسیدن، کنه مقام مشیت برای سلسله محمدیین هویداست. کنه مقام ذات هویدا نیست، ولی کنه الهیت هویداست. پس هر کسی بتواند برسه بله، اما اون که نمیرسد برای او اصل وجودش محقق است که مشیت الله هست، اما کنهش چی چیه نمیدونم. این هم مطلبی بود که باز صحبت شد که در عبارات جناب آقای ابن فناری ربما یشاهد و یرا و ربما لا یشاهد و لا یرا. اونجایی که لا یشاهد و لا یرا ذات باری تعالی است، اونجایی که یشاهد و یرا اون الهیت ربطیه مطلق است. از اینجا که آمدیم پایین، این بقیه رو در عبارت متعرض نشدن. جناب آقای ماتن متعرض نشده، جناب شارع هم متعرض نشده. ما گفتیم به این که الهیت ربطیه مقیده داریم جبروتیان، مقیده داریم ملکوتیان، مقیده داریم مثالیان، مقیده داریم برزخیان. اینا رو تو عبارت نه در متن هست نه در شعر هست. اینا هم الهیته، الهیت بعد از مقام مشیت، الله مشیت، بعد شعر الهیت مقید است، الهیته، ولی الهیت مقید، مقید به جبروت، مقید به ملکوت، مقید به مثال، مقید به برزخ. از این چهار الهیت که آمدیم پایین، باز الهیت اعدادیه است که در عبارت نیست. گفتیم مربوط به عالم ماده است، جمادن و نباتن و حیوانن و انسانن. اینا اقسام الهیت بود که دوتاش در متن و شرح هست، بقیهش در متن و شرح نیست، پنج تا دیگهش نیست. ما متعرض شدیم. مطلبی که امروز بحث میکنیم این است که اون جلوه اطلاقی که از حق صادر میشه، کار جلوه اطلاقی چیه؟ میفرمان که کار جلوه اطلاقی این است که وجودیش منبسط یتعلق بالمکونات. عبارتشون همینه، عبارت ماتن همینه، وجود المنبسط که از حق صادره که جلوه اطلاقیش مقام مشیته. این جلوه اطلاقی منبسط، منبسط به چیه؟ منبسط به مکوناته. مکونات هم اهم از مکونات مجرد
مکونات مادی اما از جبروت و ملکوت و مثال و برزخ و ناسوت، این مشیت پرتوش تمام ماهیات ممکنه رو فرا گرفته. خلق الله الاشیاء بالمشیه، خدا مشیت رو خلق کرد که اولین شیء نازله، بعد به واسطه مشیت تمام عوالم رو ابدا فرمود، ایجاد فرمود. خلق الله الاشیاء یعنی جبروت بالمشیه، ملکوت بالمشیه، مثال بالمشیه، برزخ بالمشیه، ناسوت بالمشیه، جماد بالمشیه، نبات بالمشیه، حیوان بالمشیه، انسان بالمشیه. این قوس نزول تمامش بالمشیه، این قوس نزول، قوس صعود اونم بالمشیه. از اینجا شروع میکنه به بالا میری، به کی؟ باز به مشیت. از عالم ناسود میره در برزخ، از برزخ در مثال، از مثال در ملکوت، از ملکوت در جبروت، از جبروت در مشیت. از حق ظهر الی الحق وصل. پس اون جلوه اطلاقی که میکند تمام صحنه قوس صعود و نزول رو پر میکند. حالا اونها تعبیر کردن به مکونات، اون وجود اطلاقی یتعلق بالمکونات. تو عبارت اینه، اگه عبارت من بخواید بخونید، هم در ماتن داره شارع داره، هر دو دارن. یتعلق بالمکونات، تعبیر اینها اینه. مکونات که میگن یعنی اون چیزی که موجود شده، شیء موجود شده که دیگه بهش مشیت تعلق نمیگیره، که شیء موجود شده بعد از اینکه مشیت تعلق گرفت موجود میشه، نه اینکه موجود شده مورد تعلق مشیته. عبارت به اصطلاح زیغی درست نیست. جلوه اطلاقی تعلق میگیره به ماهیات ممکنه، که ماهیات ممکنه میشن مکونات. منتها شما میگید ماهیات ممکنه کجاست؟ ماهیات ممکنه کجاست؟ شما اینقدر اگه توجه داشته باشید میگه ماهیات ممکنه کجاست؟ الوجود الاطلاقی یتعلق به ماهیت عقل، عقل موجود میشه. به ماهیت نفس، نفس موجود میشه. به ماهیت مثال، مثال موجود میشه. به ماهیت برزخ، برزخ میشه. به ماهیات میخوره، اینا موجود میشن، اونا نورانی میشن، اونا رنگ وجود پیدا میکنن. تا این مشیت تعلق نگرفته رنگ وجود پیدا نمیکنه. که مکون اونیست که رنگ وجود پیدا کرده، مکون که مورد تعلق و مشیت دیگه نیست. شیء موجودی که نمیشه گفت شیء موجود موجود میکنیم، که خودش تحصیل حاصله. که نه، تعلق میگیره به چیزی که حاصل نیست، که حاصل بشه، اون ماهیته. خب ماهیت کجاست؟ ذات باری تعالی یعلم در مرتبه ذات چی رو؟ تمام مراتب وجود رو. تمام مراتب وجود خود در مرتبه ذات میدونه. کدوم مراتب؟ مراتب وجودی که لا به شرطه، نه به شرط لا، وجود لا به شرط، نه به شرط لا. اینجاست باید دقت کنی اینا، اگه این دقت نکنی چی نمیفهمی. تمام مراتب وجود در اون صرف وجود هست. یک در صرف وجود هست، دو هست، صد هست، صد هزار، تمام اینا هست. از هر کدوم از این مراتبی که هست امری انتظام شه، اون منتظم ماهیته. از مرتبه وجود یک انتظام میشه، این یک امر ماهیته. از دو دو انتظام میشه، از سه سه، از هر کدوم از این مراتب یه چیزی انتظام میشه. جماد و نبات و حیوان و انسان و ملک و فلک، همه چی انتظام میشه. همه مراتب وجود اونجا هست، اما به عنوان به شرط لا نیست، به عنوان لا به شرط هست. از همه پس بنابراین انتظار ماهیت میشه. حالی که شد، این میگیم اینا ماهیات منتظه از مرتبه ذات واری تعالی است. مشیت تعلق میگیره به این ماهیات، یتحقق فی الخالق. پس بنابراین یه وجودی داره در مرتبه ذات، یه ماهیتی داره که منتزه از مرتبه ذات است، یه وجودی پیدا میکنه در مرتبه متأخر از ذات بالمشیه. بالمشیه مگه به امر اعتباری تعلق میگیره؟ بله دیگه. بله؟ بله دیگه، تعلق میگه. یعنی ماهیت انسان میشه موجود. نور باری تعالی که وجود اطلاقی هست، این نور اطلاقی رون مشیت به ماهیاتی میخوره، ماهیات روشن میشه.
لام روشن میشه، این لام مثل لامپ 100 درجه میمونه. چی میخواد؟ نور میخواد. تشبیه میکنیم به لامپ 100 درجه، 1000 درجه، 2000 درجه. چی میخواد؟ اتصال به برق میخواد، اتصال به نور میخواد. اون وجود مطلقی که جلوه اطلاقی خدا هست، این تعلق میگیره به چی؟ به ماهیات ممکن. همه میشن نورانی، جبروت محقق میشه، تازه ملکوت محقق میشه، مثال محقق میشه. اینجوری که ماهیت مقدمه بر وجوده. آره دیگه. اما گفتیم از کجا انتظام میشه؟ از مراتب وجود حق این گفتیم انتظام میشه. نه همین رو گفتیم، مؤخر از وجوده. اما از وجوده کی؟ وجود حق. تمام مراتب وجود اونجا هست. از تمام مراتب وجود که اونجا هست، از هر مرتبه ماهیتی انتظام میشه. این جلوه اطلاقی تعلق به اون ماهیت میگیره، در خارج موجود میشه. این ماهیت الانی که منتظرش انسانه، انتظارگرش انسانه، خودش از حیث وجودی جدا از اون لاب شرطش هیچ حیث وجودی که نداره. نه بدا، اعتبار دیگه، انتظار شده است. این اعتبار از مراتب وجود حق. نگو ماهیت کجاست، ماهیت قبل از وجود هیچی نیست. اما از کجا انتظار میشه؟ از مراتب وجود حق. چون همه مراتب حق گفتیم همه هست، در حق همه مراتب وجود هست، منتها به عنوان چی؟ به عنوان لاب شرط هست، نه به عنوان شرط لا. حالا این مشیت که تعلق گرفت به ماهیات، همه میشن به شرط لا موجود. جبروت به شرط لا، اونجا جبروت لاب شرط بود، اینجا جبروت به شرط لا هست. اونجا ملکوت لاب شرط بود، اینجا به شرط لا هست. این پای ماهیتی که اعتباری اعتبار میکنین، چرا بهش میگن که مشیت به این تعلق میگیره تا نه. وجود بله بله، برای این که همین، این ماهیت هیچی نیست، وجود نداره. خب ماهیت وجود نداره. حالا این محتاج به چیه؟ محتاج به نوره، مثل لام میمونه، محتاج به نوره. نور بهش بخوره روشن میشه. تشبیه میکنیم که در این تشبیه شاید متوجه بشی. این حد وجود عقلی یه حدی از وجود، یه حده. تا نور بهش نخوره موجود نمیشه. کدوم نور میخوره بهش؟ جلوه خدا، نه خود خدا. ذات خدا که مجرد از این حرف هاست. صرف الوجود صرف الوجود جلوه اطلاقیش که اولین فعلش هست، یتعلق بالعالم العقول یتحقق، عالم النفوس یتحقق، عالم الاجسام یتحقق. همینطور حالا اومده تمام ماهیات محقق میشه. نگو ماهیت کجاست؟ ماهیت منتظر از مراتب وجود حق هست. اینا رو یاد بگیرید. حرف ماهیت اعیان ثابته که عرفا میزنن، اون حرف کلمه باطله، ولی اینی که من میگم حقه. از مراتب وجود حق انتظار ماهیت میشه. نور باری تعالی هم که جلوه اطلاقیش، اون ماهیت تعلق میگیره، ماهیت متحقق میشه، نور پیدا میشه. نور نداره، با نور میشه. با چی با نور میشه؟ با جلوه اطلاقی. امروز بحث امروز اینه، ان نور البسیط منبسط یتعلق بالمکونات. گفتیم مکونات غلط اینجا. چی باید بینیشید شما؟ الماهیات الممکنه المنتزعت من مراتب وجود الحق. این عبارت صحیح اینه. اینجوری فکر کنم بریم، هم درست متوجه شدیم. عرفا میگن که خدا در مرتبه ذاتش علم به ماهیات غلطه. گفتیم اون غلطه. این میگیم که اینجوری نیست، خدا در مرتبه ذاتش اونجا ماهیت نیست، از اونجا تمام مراتب وجود هست. از این مراتب وجود هر مرتبهش که انتزاع میشه، در خارج بعد بهش انتزاع تعلق میگیره، ایجاد میشه. ماهیت انتزاع میشه، اون وقت اون مشیت هم تعلق به اون ماهیت میگیره، موجود میشه. انتظار ماهیت توسط مشیت صورت میگیره. نه خیر، از عقل خود انسان، از تمام مراتب وجود حق انتظار ماهیت میشه. اون داره بهش تعلق وجود میده. میدونم، میخوام بگیم قابل تعلق، قابل انتظار هستش دیگه. از تمام مراتب قابل انتظار. مشیت به چی تعلق میگیره؟ به همین که قابل انتظار تعلق میگیره. پس نه به مکونات تعلق میگیره. مکون که مکونه. چراغ 100 درجه که روشنه که، حالا چراغ بهش میخوره، یعنی چی؟ این که تحصیل حاصله. اون انتظاراتی که ما از مراتب وجود باری تعالی داریم، این واقعیت، این انتظارات واقعیه، انتظار امور واقعیه است. منتظر امر انتظاریه. این منتظر که امر انتظاریه، مشیت به او تعلق میگیره، میشه موجود. پس مکون معنا نداره.